بعدا توی ذهنم این بود که من حتما باید برم سر کار، بعد دنبال این بودم که برم دنبال کار. وقتی که مستقیم وارد محیط کار شدم این مشکلات مردم بیشتر نزدیک دیدم. خب خیلی از دوستان بودن که با هم صحبت میکردیم، یادم نمیره من خودم کاری که اونجا میکردیم، من تو بیمه ایران کار میکردم، تمام دفترچه های مال بیمه رو باید وارد کامپیوتر میکردیم و این دست حقوقشون بستگی داشت به این که چقدر با سرعت میزنن. که اونجا من میدیدم که سر موقعم حتی خیلی ها میومدن اضافه کاری انجام میدادن به خاطر اینکه بتونن زندگیشون رو از این طریق بگذرونم، بتونم پول حتی اجاره خونهشون رو در بیارم. ولی من شاهدش بودم که خیلی ها میومدن حقوقشون چون به موقع نمیدادن میگفتن اصلا نمیتونیم، گریه میکردن، نمیتونستن اصلا اجاره خونهشون رو بدن، انگار که سردرگم بودم چون میدیدم مردمم و اطرافیانم و میدیدم که تو چه مشکلاتی هستن، چه فرق و بدبختی هایی دارن. حالا فرق می کنه چه از نظر مادی چه از نظر معنوی، خانواده ها رو خیلی میدیدم. همیشه این سوال ذهنم بود، ولی این مادرم بود که یعنی من حتی مثلا اینجور بود که میگفتم میخوام مثلا به این نفر کمک کنم، به این خانواده کمک کنم، ولی مادرم بود که میگفت اینا تو بالاخره به یه نفر میتونی کمک کنی، به نفر ولی هیچ فایده نداره و تو تنها جایی که میتونی به مردم کمک کنی و اونها رو به آزادی برسونی تنها جاش اشرف. درست میگه، مامانم همیشه هر موقع از مشکلات یا تضادهای مردم میگفتیم یا میخواستیم به کسی کمک کنیم همیشه میگفت تنها راهش چیه اشرفه و هر مشکلی هر چیزی میشد. گفتم آخه این اشرف کجاست که تو انقدر میگی، ولی اون موقع درک نمیکردم که مامانم چی میگه. بعد از اینکه اومدم اینجا تازه فهمیدم کانون استراتژی که نبرد اشرفه و تنها جایی که میتونیم مردممون رو آزاد کنیم از همینجا میزنیم. اما نقطه اصلی که روی انتخابم مصمم شدم اونجا بود که صدای برادر مسعود رو شنیدم که با صدای بلند گفتن حلم ناصر ینصرونی یا یاری کننده هست، که من صدای بلند و مصمم برادر اونجا یه نقطه انتخاب دیگه داشتم و خواستم زودتر در شرف بیام. یا با شهدا هدیه ما یک لیست شهداست، در این لیست بیش از 12,000 تن از شهدای انقلاب نوین ایران شماره شدند. اینو در همینجا میگذاریم و به شما تقدیم میکنیم چون که از انفاس مطهر خود شما گرفتیم. از همین جا بود، از همین قتلگاه که مجاهدین نیز سرچشمه گرفتند و خط مشی عاشورایی فرقه‌گون قرار دادند و از همین جاست، همین نقطه که چه کاخهای ستم به ایران شدند و باز هم خواهند شد. یا عبدالله، همه گواهند که تو زنده ای و میبینی و میشنوی. پس هدیه مجاهدین خلق ایران به خاک پای امام مجاهدان سرور شهیدان سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام را بپذیر که همه این شهدای مجاهد در امتداد سنت عاشورایی است که تو بنیاد گذاشتی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آی مردم ایران، اونهایی که در گوش و کنار صدای من به گوشتون میرسه، از قتلگاه حسین شما رو خطاب مخاطب قرار میدم. حلم ناصر ینصرونی، حلم ناصر ینصرونی، حلم ناصر ینصرونی.